علت و آمدن آریانا سعید و سایر هنرمندان برای گفتگوهای صلح چیست؟ چه کسان این هنرمندان را برای اشتراک در این جلسه ترغیب کردند؟ آیا موجودیت آریانا و سایر هنرمندان می تواند تاثیر مثبت بر روند گفتگوهای صلح داشته باشد؟ در ادامه با فروغ تیوی باشید، اما قبل از آن برای عضو شدن علامت سابسکرایب را فشار بدید. روز گذشته جلسه ای که ریاست آن را آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه بر عهده داشت، جمعی از هنرمندان و فرهنگیان حضور یافتند. آجندای این جلسه که پیرامون گفتگوهای صلح بود با نظریات هنرمندان و فرهنگیان تدویر یافت. هرچند در ظاهر این جلسه به منظور مشارکت هنرمندان گفته شده که گویا در روند صلح همه جوانب زیدخل خواهد بود و مشارکت همگان در آن متصور است، اما پهلوهای پنهان این نشست چیز دیگری است. این جلسه هنرمندان در حقیقت بازتاب دهنده فضای دموکراتیک در روند کاری آقای عبدالله بود و با این ترفند توانست به جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری بفهماند که در روند صلح‌خواهی شورای مصالحه هم اقشار از تمام جوانب دخیل است و این شورا صدای همگانی را خواهد شد. هرچند ماهیت این نشست خوب بود و به نحوه در فضای جهانی هم بازتاب خوب یافت، اما در بین مردم این تصاویر و این جلسه تبدیل به یک سوژه شوخی آمیز شد. تعداد کثیر مردم با گذاشتن تصاویر آریانا سعید در صفحاتشان یا جوک نوشتند و یا هم این نشست را به شکل بد تمسخر گرفتند. به هر صورت مردم افغانستان خواهان صلح دائمی است و هر نشست اندک هم اگر تاثیر مثبت دهد برای آمدن صلح در خور ستایش است. سپاس از این که تا این دم با ما بودید. اگر دوست دارید عضو دائمی کانال ما باشید، برای عضو شدن علامت سابسکرایب را فشار بدید. تا دیدار بعد، بدرود.